دوشنبه سوم آبان 1395 تجمعی از سوی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی با مطالبه لغو مجازات اعدام و اعتراض به احکام طولانی مدتی که برای فعالانی چون نرگس محمدی، آرش صادقی، امید علیشناس، اسماعیل عبدی، آتنا دائمی، جعفر عظیمزاده و دیگر فعالان در برابر مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد. همین را بهانه‌ای قرار دادیم تا گفتگویی با یکی از کنشگران مدنی داشته باشیم. توجه شما را به گفتگوی زرتشت احمدی راغب با شبکه جهانی دور تیوی جلب می‌کنم. آقای راغب، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت می‌کنید. درود بر شما وحید گرامی و همکارانتون و همه مخاطبان شما در گستره ایران و جهان. در خدمت شما هستم. آقای راغب، اولین سوال من مربوط میشه به دومین سالگرد ریحانه جباری. دومین مراسم سالگرد ریحانه جباری با دخالت نیروهای امنیتی روبرو شد. برای بینندگان ما توضیح بدید که این مراسم چگونه برگزار شد؟ بله، در ارتباط با مراسم دیروز من با دوستان در ارتباط بودم. دوستان طبق فراخوانی که عرض کنم که بانو شعله گرامی داده بود در دومین سالگرد دختر گرامیش، نیروهای امنیتی به صورت گسترده در اون مراسم حضور داشتن، اجازه عکس و فیلم رو نمی دادن و بسیاری از دوستان رو همونجا بازداشت کرده بودن، از جمله آقای نوریزاد، از کنم که بانو شعله و چند تا از دوستان رو که بعد از مراسم اونها رو آزاد کرده بودن. علت نگرانی حاکمیت هم از مراسم این چنینی این است که بانو شعله پاکروان گرامی یکی از صداهای بلند نه به اعدام در ایران و به همین جهت نهادهای امنیتی از این مراسم حراس داشتند و می ترسیدن که باز هم صدای بانو شعله و همراهان دادخواهش به گوش مردمان برسه و باعث بشه که فعالان دیگه در جای جای ایران و همینطور در جهان بلند بشن و همراه در کنار این صدا قرار بگیرن. همینطور که با توجه به همون محدودیتی هم که بود و حمله و هجومی که نیروهای امنیتی انتظامی داشتن به مراسم و زود اونو سر تشهم آوردن، اما صدای این دادخواهی به گوش همگان رسید و این دادخواهی ادامه خواهد داشت. آقای راغب، این سوال من مربوط میشه به مطالبه لغو مجازات اعدام توسط فعالان مدنی ما. چند سال پیش وقتی که این مطالبه مطرح شد، کسی باور نمیکرد که به اینجا کشیده بشه که 151 تن از نمایندگان مجلس بیان و این طرح رو ارائه بدن به هیئت رئیسه مجلس، طرح مجازات لغو اعدام. میخواستم از شما بپرسم که شما سیر این طرح لغو مجازات اعدام رو چگونه میبینید در این سالها، با توجه به اینکه خودتون یکی از فعالین این کارزار هستید؟ عرض کنم که میدونید که وحید گرامی، سالهاست در این سرزمین من تکیه کنم بر این قضیه، این بحثی که به نام عرض کنم که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در زندانها پیش اومده و سال گذشته بالغ از بیش از 1000 تن را در زندانها به نام قاچاق مواد مخدر اعدام کردن و همینطور در سالهای پیش ما ببینیم که تعداد بسیاری از مردمان این سرزمین به جهت فقر و بیکاری و جهات دیگه قربانی این وضعیت میشن. اینه که فعالان عرض کنم که مدنی تلاش کردن، به ویژه خانواده هایی که مانند بانو باجوان، دوستان عرض کنم که همونطور که اشاره کردید لغو گام به گام اعدام یا لگام، اینا سعی کردن که به نوعی صدایی باشن برای اینکه این اعدام در ایران لغو بشه. نماینده های مجلس هم فکر میکنم اونایی که این نامه رو از کنم که از دوستان دیدن، این فعالیت ها رو دیدن و سعی کردن که به نوعی اون رو در مجلس از بازتاب بدن، همون صداست، بازتاب همون صدای فعالان از کنم که مدنی که میخوان اعدام. من خودم هم جز کسانی هستم وحید گرامی
که میخوان اعدام به یک باره از ایران برچیده بشه، نه گام به گام. چرا که بحث گام به گام که پیش بود، اون موقع که دوستان این بحث رو مطرح کردن، سر و صدا زیاد نبود، فعالیت در این راستا زیاد نبود. خوشبختانه در این سالهای اخیر، به ویژه در این یکی دو سال اخیر، فعالیت ها و تمرکز روی این موضوع بیشتر شده و صدای دادخواهان بیشتر داره به گوش میرسه. پیش از این خانواده ها نمیتونستن، سکوت میکردن، به نوعی برحال به انزوا میرفتن، ولی الان میبینیم که خانواده های این زندانیان هم، قربانیان هم، به نوعی دارن میان و دادخواهی میکنن، تلاش میکنن که صداشون رو به گوش دیگران برسونن که این ادامه پیدا نکنه، تا همون جایی که انجام شده همونجا بمونه و دشکم بشه. شما میدونید چهارشنبه صبح 11 تن رو در کلکنم که کرد به عنوان مواد مخدر اعدام کرده. حتما این خبر رو هم که شنیدید که یکی از این اعدامیانی که 3 سال در زندان بوده و با اشتباه مخابرات، جالب اینجاست، با اشتباه مخابرات ایشون قرار بوده قربانی مجازات اعدام بشه که با پیگیری های وکیل پرونده کار به جایی میرسه که پیگیری میکنن، میبینن که از کنن که مخابرات اشتباه کرده، در از کنن که پیگیری هایی که داشته و نام ایشون رو به عنوان قربانی داده بودن که قرار بوده اعدام بشه، که پیگیری شده، مشخص شده که ایشون نبوده و نجات پیدا کرده، ولی 3 سال از عمرش ایشون هر روز با مرگ زندگی کرده، شبانه روز. اینه که به هر حال تلاش همه فعالان این روزها این هست که این وضعیت در ایران ریشه‌کن بشه. چرا که چندی پیش رئیس قوه قضاییه تأکید بر این داشت که از اعدام به عنوان یک اهرم بازدارنده استفاده میکنن، یعنی این که یک نیروی هست، یک اهرمی هست برای این که ما خودمون میدونیم ایشون پیامشون چیه، که بتونن توسط اون پیام سرکوب رو به جامعه برسونن. به هر شکلی که اینا اعدام میکنن، فقط میخوان توده های مردم رو سر جای خودشون بنشونن و خودشون به چبابول ها، به غارت های خودشون برسن. آقای راغب، صحبت از طرح لغو مجازات اعدام کردیم توسط فعالان مدنی، ولی از آن سو ما شاهدیم که تعداد اعدام ها روز به روز افزایش پیدا میکنه. از سوی دیگه ما شاهد تایید احکام سنگین و طولانی مدت برای فعالان مدنی هستیم. به عنوان مثال حکم 16 سال زندان برای خانم نرگس محمدی که عضو همین کارزار لگام و لغو گام به گام اعدام هستند، یا آقای اسماعیل عبدی، یا آقای جعفر عظیم‌زاده و خیلی دیگر از فعالان عزیز ما. سوال من از شما اینه که چرا حاکمیت دوباره با این شدت روی به سرکوب فعالان آورده؟ چون حاکمیت تنها ابزاری که این روزها در اختیار داره و اون تأکید داره همین ابزار اعدام هست. البته فقط اعدام نیست. ببینید برای فعالان مدنی و از کنم که کارگری و معلمان گرامی ما، همونطور که اشاره کردیم نامشون آورده، من از کنم که آتنا دائمی گرامی رو، امید علی شناس رو، آرش صادقی رو و کسان دیگری رو اضافه میکنم، امیر امیرقلی رو که برای اینها پرونده سازی شد و احکام زندانهای طولانی مدت تایید شد و این که باید برند و این هفت سال رو از کنم که بکشن. خب ابزار حاکمیت، اعدام، زندان و پرونده سازی برای فعالان مدنی و دیگر اقشار مردم که بتونه توسط اون جلوی خیزش های مردم رو، جلوی جنبش های کارگری رو، جنبش معلمان رو، جنبش های دادخواهی رو بگیره، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، با توجه به سوء مدیریت، با توجه به تفاول های میلیاردی که هر روز ما داریم از خروجی های از کنم که این سرزمین داره بیرون میده، فساد، بی اخلاقی و تفاول، یعنی ما خروجی هایی که از این سرزمین داره بیرون میره به عنوان خبر فقط این هاست. یعنی هر کدوم از اینها به تنهایی میتونه دولت و حکومتی رو در جهان سرنگون کنه، که اینجا حکومت ما با این ابزارها تونسته تا هم اکنون خودش رو سرپا نگه داره.
آقای راغب، شما به اعتراضات کارگران اشاره کردید، ولی اگر همین ماه گذشته رو ما در نظر بگیریم، تقریبا هر روز یا یک روز در میان در برابر مجلس ما شاهد اعتراضات گروه‌های گوناگون بودیم. معلمان، کارگران، بازاریان، دانشجویان، فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر گروه‌ها. الان هم که چند روز شاگردا و هواداران آقای طاهری دوباره به خیابان‌ها اومدند. امروز آقای طاهری در 26مین روز اعتصاب غذاشون هستند. چند روزه که حالشون خیلی وخیمه، در بیمارستان بقیت الله بستری هستند، گفتند که در حالت اغما بودند و امروز شاهد بودیم که شاگردانشون رو در برابر بیمارستان بقیت الله نیروهای سپاه سار الله مورد ضرب و شتم شدیدی قرار دادند. ولی سوال من از شما اینه که ما در هیچ کجای دنیا به این اندازه اعتراضات نداریم. شما این اعتراضات رو و تعداد اعتراضات در ایران رو چگونه تحلیل میکنید؟ به کجا کشیده میشه؟ شما ببینید، اگر در هر جای دنیا این اعتراض ها اگر به وقوع پیونده، خب هر کدوم از این اعتراضات در جای خودش خواسته هایی داره و این خواسته ها بیدرنگ توسط دولت و حکومت پیگیری میشه، به اونا رسیدگی میشه، یا با اون از کنم که نماینده های اون اعتراض ها و جنبش ها صحبت میشه و به یه نوعی با تفاهم اون قضیه رو برگزار میکنن به هر شکلی کرد. ولی متاسفانه در اینجا چنین نیست. در هر جنبشی که شما بهش اشاره کردی و اعتراض هایی که در این سرزمین جلوی مجلس، جلوی ریاست جمهوری، همین دیروز پیروز کارگران ما در برابر ریاست جمهوری، دوستان کارگر و فعالان جنبش کارگری اونجا از کنم چه اعتراضات داشتن، متاسفانه به هیچ عنوان از جانب دولت و حکومت نماینده‌ای برای صحبت با این اعتراض کنندگان وارد میدان نمیشه. به همین جهت این جنبش ها ادامه داره. البته خوشبختانه این جنبش ها، جنبش های کارگری از کنم که جنبش های صنفی معلمان و جنبش های دیگه، زنده است، پویاست و ادامه داره. ما اینو به فال نیست بگیریم، هرچند که حاکمیت این ها رو از کنم که به رسمیت نمیشناسه و نماینده ای رو نمیفرسته، ولی همین پویایی و شکوفاییه این جنبش ها سبب خواهد شد که در آینده نزدیک و به زودی از کنم که همه این جنبش ها به یک نتیجه و این خواسته هایی که دارن برسن و اون چیزی رو که میخوان به دست بیارن. من خیلی خوشبین هستم با این که حالا توجهی به اونها نمیشه، اما خوشبین هستم و امیدوارم که این جنبش ها روز به روز بیشتر بشه و ادامه پیدا بکنه. آقای راغب، صحبت از تجمعات شد. گویا شما خودتون تجمعی رو روز دوشنبه در برابر مجلس خواهید داشت. برای بینندگان ما توضیح بدید که مطالبه شما از تجمع روز دوشنبه‌تون چه خواهد بود؟ بله، ما همراه دوستان و فعالان مدنی تصمیم گرفتیم که روز دوشنبه سوم آبان ماه 95 ساعت 11 در برابر مجلس دور هم جمع بشیم و درخواست از کنم که لغو مجازات اعدام رو داشته باشیم، به جهت اینکه هر روزه این اتفاق داره در زندان ها میفته به هر شکلی، و از طرفی هم اعتراضی بکنیم به وضعیت احکام که برای از کنم زندان های طولانی مدت برای فعالان مدنی به ویژه بانو از کنم که نرگس محمدی، آرش صادقی و دیگر فعالان پیش اومده. این اعتراض یک اعتراض نمادین فعالان از کنم که سیاسی و مدنی از کنم که اونجا جمع خواهند شد و خیلی آرام از کنم که با پلاکار با دست نوشته در برابر مجلس این پیام رو به نمایندگان مجلس و به دیگر آهاد مردم خواهند رسوند که اگر فعالان مدنی در این روزها سکوت پیشه کردند و اعتراضی نمی کنند، به جهت ویژگی جغرافیایی سرزمین ما که در اطراف ما همونطور که خبر دارید من دیگران همش جنگ است و از کنم که درگیری هست و گرفتاری هست و کسانی که در این سرزمین زندگی میکنند باید بدانم به ویژه فعالان مدنی که همیشه یک گام جلوتر از حکومت و دولتی که سرکوبگر هست باید به پیش برن، بدونند که شرایطی به وجود اومده که با توجه به اون شرایط باید این اعتراضات خودشون رو نشون بدن، چرا که اینا مستمسه که نباشه که فردا کوچکترین آشفته بازاری در این سرزمین به وجود بیاد باعث هست کنم که افزایش سرکوب جامعه، فعالان جامعه مدنی بشه. فهمین جهت ما تلاش کردیم که
این کار رو انجام بدیم و در اعتراض به این احکام و از کنم که لغو اعدام در برابر مجلس. آقای راغب، این سوال من مربوط میشه به فسادها در جامعه امروز ما. ما شاهد افشای فسادها هر روزه هستیم. فیشهای حقوقی، حقوقهای نجومی، اختلاسها و دزدیها. ولی چیزی که چند روز توجه همگان رو به خودش جلب کرد، افشای این 63 حساب شخصی رئیس قوه قضاییه ایران با 1000 میلیارد تومان موجودیه. این حسابها تک امضای خود آقای صادق لاریجانی رو داره و آقای ناصر سراج رئیس بازرسی کل کشور این رو اعلام کرده. آقای طیب نیا هم توی هیئت دولت این رو تایید کرده. به هر حال رئیس قوه قضاییه‌ای که باید حافظ مال و جان و امنیت مردم باشه، حالا تا این اندازه به فساد آلوده است. به راستی جامعه ما به کجا میره؟ بله، و اینم اشاره کنم که چند روز پیشم یک فساد 8000 میلیاردی از صندوق بازنشستگی فرهنگیان هست کنم که روش و جونم حتما خبر دارید. متاسفانه این داستان افشای 1000 میلیاردی رئیس نهاد از کنم که قضا رو هم ما دیدیم و شنیدیم. تأکید اینها، تأکید دستگاه قضا از کنم که بر ماندگاری یک شخص از طریق از کنم که رأس حرم قدرت در ماندگاریش به همین جهته. اغلب اینهایی که در حاکمیت حضور دارند، اغلب کسانی هستند که دست های کلانی در فساد ها دارن. فساد ها هم همه میلیاردی به همراه خانواده ها، خویشاوندان و وابستگان. چرا که غیر از اینها کسان دیگری از این رانت ها نمیتونن بهره ببرن. رانت های حکومتی و دولتی، توده های مردم که به هر حال هیچ ارتباطی ندارن. اینجاست که فقط مهره هایی هستن، چند مهره شاخص در نهاد عرض کنن که نهادهای مختلف حکومتی که میتونن دست داشته باشن و این چپاول های میلیاردی رو اینها از کنم که انجام بده. ببینید، قوه قضاییه یک دستگاه عدالت هست، دستگاه قانون هست. دستگاه قانون الان متاسفانه ابزاری شده در دست گروهی از کنم که حاکمان در این سرزمین که توسط اون بتونن هر کسی رو که میخوان، به ویژه فعالان سیاسی مدنی رو سرکوب کنن، با اون پرونده سازی کنن، به زندان بیندازن و با اعدام کسانی دیگر با شیوه‌های دیگر به نام قاچاق مواد مخدر و قاچاقچی مردم رو سر جای خودشون بنشونن. چرا اینها برای چی دارن این کارو میکنن؟ برای همین که بتونن خیلی راحت دهن عمله ببندن و به این چپاول‌هاشون، به این غارت‌هاشون ادامه بدن. مردم خسته هستن وحید گرامی، بیزار، خسته، پریشان از این همه فسادهای میلیاردی که در این سرزمین داره انجام میشه و هر روز ما داریم میشنویم. شما فکر میکنید که واقعا گوشهای مردم در برابر این اتفاقات، در برابر این صداها عادت کرده؟ نه، به واقع چنین نیست. ولی مردم با توجه به اون شرایطی که عرض کردم سعی میکنن به نوعی خیلی آرام بتونن تمامی این بحرانها رو پشت سر بگذارن، چرا که میهن و مردم در معرض آسیب‌های جدی از طرف قدرت‌های جهانی و منطقه هست. اینه که به هر حال این شرایط به وجود اومده و ما امیدواریم که فعالان سیاسی و مدنی به این مسائل بپردازن و به اونجای برسونیم که بتونیم تمامی اینها رو با درخواست برکناریشون و سپس محاکمه‌شون رو داشته باشیم که اتفاقها ادامه پیدا نکنه. آخرین سوال من آقای راغب از شما در ارتباط با انتخابات. رفته رفته به انتخابات ریاست جمهوری 96 نزدیک میشیم. سوال من از شما اینه که با توجه به تمام این اتفاقات و وقایعی که در همین 20 دقیقه گفتگوی ما با شما بهش اشاره شد، شما چشمانداز روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 96 رو چگونه میبینید؟ از کنم که انتخابات همونطور که میدید روند خودش رو، حاکمیت در طی این 37-8 سالی که در این سرزمین بوده به هر حال به یک روندی دست پیدا کرده که بتونه یه نوع انتخابات رو در این سرزمین 8 سال چند سال یک بار به عنوان مجلس، شوراها، ریاست جمهوری به ویژه برگزار کنه و به جهانیان پیام بده که ببینید ما همه نهادهامون
انتخابی است. ولی متاسفانه این بحث انتخابات و دموکراسی به صورت خیلی مضحک و خنده‌داری در این سرزمین داره از کنم که انجام میشه و فقط شما نمایشی از این انتخابات میبینید. مردم میرن، توده ها میرن، انتخابات انجام میشه، میلیون ها نفر هم سر صندوق های رای حاضر میشن و رای میده، ولی به واقع و هیله گرامی چنین نیست. انتخابات واقعی نیست. اینها حاکمیت در روندی که پیش گرفته، خب با توجه به رئیس جمهوری که از کنم که اکنون هستش، من دیدگاه همینه که اینها تلاش خواهند کرد که ایشون رو نگه دارن، حفظ کنن، که بتونن با جامعه جهانی شانه زنی هاشون رو ادامه بدن، خب بتونن در داخل با توجه به نیروهایی که دارن و نهادهایی که مستقر کردن در سراسر ایران بتونن دوباره به حاکمیت خودشون ادامه بدن. یعنی اینا به کسی رو نمیارن که بخواد، همونطور که میدونید احمدی نژاد رو با اون شرایط اینا از چشم‌انداز انتخابات گذاشتن کنار، با توجه به اون ورودهایی که از اون رأس حرم قدرت همگان فهمیدن که وارد میدان شد و اشاره کرد، که اینها همه نشان میده که این انتخابات به نظر خود من، به نظر من شهروند ایرانی به عنوان یک فعال، نمایشی بیش نیست، نمایشی مضحک و از کنم که خنده‌دار که هیچ چیزی نصیب مردم نخواهد کرد. فقط حاکمان در این میان از این نمایش های انتخابات سود خواهند برد. آقای راغب سپاسگزارم. درود بر شما.